درود دوستان، بریم امروز لب تمام رو خوب بهتون آموزش بدم. یه دایره میکشیم وسط، دو تا دایره بغلاش، یه دو حالت ماهیچه است، به شکل مختلفی کشیده میشه لب. این یه روشه. بعد قسمت پایین رو داریم، سعی میکنیم دو طرف قرینه باشه. قسمت پایین رو داریم، یه مایچم برای پایین لب میزنیم، وسط لب رو مشخص میکنیم، وسط دایره رو در نظر میگیریم که قسمت بالا هست، مایچه پایین ها رو دو طرف رو سعی میکنیم بکشیم با دقت که دقیق در بیاد. فرو رفتی که قسمت بالای لب رو نشون میدیم، اندازه یک سوم میاد داخل لب. حالا وسط لب رو نشون میدیم که تیره ترین قسمت لب انسان هاست، بین دو تا لب. پایین لب رو مشخص میکنیم، سعی میکنیم قرینه باشه. خط تقارن میکشیم که دقیقاً اطمینان پیدا کنیم که قرین از دو طرف. گوشه های لبم که مشخص میکنیم که بعدا بتونیم تیرش کنیم. یه هاشور 45 درجه لب بالا رو کامل میزنیم، چون لب بالا تیره تر از لب پایین هستش. حتما قرار نیستش همه با نظم زیاد زده بشه، راحت فقط میزنیم. قسمت اون بالایی که کشیدیم و پاکش میکنیم. لبا با هم متفاوتن بچه ها، میتونه قسمت ماهیچه های بالا بزرگتر باشه یا ماهیچه قسمت پایین لب بزرگتر باشه. سایه لب بالا رو جاشو مشخص میکنیم، یک هاشور میزنیم، سایه است که از لب بالا روی لب پایین میفته، معمولا اینطوری هستش. بغل لبا تیره میشه چون مرکزیت لب پایین باید روشن باشه. بغل های لب پایین هم چیه؟ تیره میشه تا اندازه. پایین لبم تیرگی شدیدی داره که میخواد برجستگی لب رو نشون بده. لب برجسته تر از صورته، پس باید اینو نشون بده برجستگیشو. وسط لب تیره است و همین روش و همین شکل که میبینی. این قسمت ها که میرسه باریک میشه، باز کمرنگ، اینجا کمرنگ تره، باز آخر لب پررنگ میشه. اگه لبا در حالت لبخند باشه گوشه های لب میره بالا، اگه طرف رو ناراحت باشه که گوشه های لب تا اندازه میاد پایین. حالا بعدا لبای دیگر هم براتون میکشم، لبایی که لبخند داشته باشه و دندونا دیده بشه. خب سمت چپ و راست لب بالا تیره میشه تا اندازه ای. قسمت بالای لب چون روی لب یه برجستگی داره، معمولا اون قسمت یه تیرگی داریم. پایین لب بالا تیرگی داره، میره به طرف بالا چون حالت برجستگی وسط لب رو باید نشون بده، چون وسط لب انسان برجسته است توی لب بالا. همونطور که لب پایین هم همین شکلیه، شما اگه توجه کنید لب پایین هم وسط لب برجسته است، برای همین نور شدیدتری داره و قسمت های
وسط نور شدید داره به قسمت بالا و پایین معمولا یک کمی تیره تر هستش. این رو اگه بخوایم محو کنیم خیلی ساده کار میشه و ساده تر هم کار در میاد. اما خب چون میخوایم با هاشور نشون بدم حالت تکنیکی داشته باشه، دارم سعی میکنم که هاشور بزنم، یکم کار سخت تر میشه. در این صد یه محکوم بر میداری راحت اینا رو محو میکنی، خیلی هم راحت حجم در میادش. اما خب تکنیکی دیگه نداری کارت، یعنی هیچ تکنیکی نداره. پایین لب و همونطور که گفتم تیره میشه، هنوزم تیره ترش میکنم، فعلا سعی میکنم حجم لب پایین رو نشون بدم. حتی به طریقه هاشوره که الان داره میخوره تقریبا به طریقه فرمه. این قسمت چه کار کردیم، حالا میریم برای قسمت های بعدیش. فرم لب رو نگاه میکنیم به چه شکلی هست، سعی میکنم فرم لب هر شکلی که هست همون شکل کار کنیم. پس پایین لب، لب بالا پایینش باید تیره بشه. نگاه کنیم داریم کاملا این کار انجام میدیم. خطایی هم که زده میشه به طریق فرم و شکل هندسی که تو کار ما معمولا تو کاری من زیاد میبینیم. نگاه کنید پایین کار داره باز تیره میشه، پایین لب یه روشنی میذارمش که اون ریفلکسه. ریفلکس برای زمانیه که نور به اطراف میخوره، به زمین میخوره، به صورت میخوره، بعد میگرده یه نور پایین کار زده میشه تو اجسام، تو همه چی هستش، تو بینی انسان که تو بینی هم که قبلا کار کردم اینو نشون دادم. بعد اون ریفلکس رو باید داشته باشی که الان اگه توجه کنید بین قسمتی که دارم کار میکنم و پایین که خیلی تیره است یه روشنی داره میمونه، اونو میگن ریفلکس. خب بغلوی لب بالاهاش رو سعی میکنم بکشم به طریق فرم هم هست. حالا لب بالا هم حرکت هایی که بعض از لبا داره تقریبا شروع میکنیم به کشیدن. وسط لب رو مشخص میکنیم و یکم تیرش میکنیم که وسط لب معمولا یا گودی داره، دو طرف لب مایچه هاش برجسته تره. دارم براتون با دقت توضیح میدم و کار میکنم که قشنگ جا بیفته برای بچه ها. حالا نگاه سمت راست کار لبمون، هاشوری که زده میشه و تیرگی که داریم. پایین لب هنوزم گفتم تو تیره میشه، فعلا دارم تا یه حدی مشخص میکنم خطا رو.
دست ریفلکس رو نگاه کنید بچه، کاملا دیده میشه تو این قسمت ها. نمیخوام دورگیری باشه، این خطا رو میزنم که از اون حالت دورگیری در بیاد، چون کلا نباید کار دورگیری بشه، باید محو باشه، چون توی هاشور نمیشه محوش کرد، معمولا خطایی بغلش زده میشه که اون حالت رو نشون بده که زیبایی کارو نشون بده و زیباتر بشه کار. پس این قسمت ها رو با دقت کار میکنیم. وسط تیره رو اگه وسط لب رو نگاه کنیم، تیرگی شدید داریم بهش میدیم، این نیاز حتما داشته باشه. پایینه لبو من معمولا از بعداد B6 زیاد استفاده نمی کنم، که اینجا از B6 استفاده کردم برای که وزن زیاد بدم و تیرگی بیشتری بدم، از B6 استفاده کردم. به تغییر فرم، حرکتی آخری که به تغییر فرم زده میشه، البته هاشوری من گفتم تو هاشور آزاد میزنم، بالای لب پایین لب همه باید توی خط باشه، یعنی قرینه بودن خیلی مهمه. حالا درست انسان ها گفتمتون خیلی هم قرینه نیستن، معمولا تابتان، اما خب ما سعی میکنیم که قرینه باشه کارمون. خسته نباشی، موفق باشی.